سلام به دوستان عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز میخوام براتون یه غذای آسیایی خیلی خوشمزه و سالم درست کنم. این غذا ظرف 30 دقیقه آماده میشه و خیلی هم خوشمزه است. من از این مایتابه گود استفاده میکنم، گذاشتم یکم گرم شده. روغن زیتون میریزم. تقریبا این غذا رو من برای 5-6 نفر استفاده می کنم. حدود 700 گرم از سینه مرغ استفاده کردم. سینه های مرغ رو لیس کردم. سینه مرغ رو باید بذاریم خیلی خوب تب بخوره. مقداری که تب خورد، من ادویه کلی استفاده می کنم برای این غذا. خیلی طعمی مرغ رو خوشمزه می کنه. من از این سبزیجات های خوشگل می خوام استفاده کنم. من از 3 رنگ فلفل دلمه ای استفاده می کنم: فلفل دلمه ای زرد، فلفل دلمه ای قرمز، فلفل دلمه ای سبز. اومدم از 2 تا هویج زمستونی استفاده می کنم و 3 تا تره فرنگی و 2 تا پیاز قرمز. خب من این سبزیجات ها رو شروع می کنم به مرغم اضافه می کنم. هویجمو، پاپریکا، همون فلفل دلمه ای، خب اینا رو اضافه میکنم. این سبزی ها باید چند دقیقه تفت بخوره. این سبزی ها نباید اینقدر نرم باشه. این سبزی ها باید زیر دندون یه کمی به قول معروف بیاد. خوشمزگی این سبزی ها به همینه که خیلی نباید بذاریم اونجوری نرم بشه و هم قیافه قشنگشو از دست میده و هم مزهشو. خب این سبزیجاتو ما چند دقیقه تفت میدیم، حدود 7-8 دقیقه تفت میدیم. بعد دوباره مرحله بعدیش که تره فرنگی و پیاز من دوباره اضافه میکنم. خب این تره فرنگی رو اضافه میکنیم بعد از چند دقیقه که سبزیجاتمون تفت خورد و پیازامونو. خب میزنیم. خب من اینجا یه مقداری نمک به سبزیجات هم اضافه میکنم، یکم سس فلفل دارم. سس فلفل خیلی این غذا رو خوشمزه میکنه. یه مقداری سس فلفل اضافه میکنم. من اومدم از زنجفیل تازه برای این غذا استفاده میکنم. خیلی زنجفیل تازه هم خاصیت داره و طعم این غذا رو خوشمزه میکنه. یه مقداری من رنده میکنم. من یه فلفل قرمز دارم. این فلفل خیلی تیزه و برای اینکه خیلی تیزیش ما رو اذیت نکنه، من یکم تخمه اونو در میارم، بعد ریز میکنم توی این غذا. خب خیلی خوب ریز میکنم. میکنم کافیه. رنگای مختلف واقعا این غذا رو خیلی اشتها برانگیز میکنه. خب من از 2 تا قاشق پنیر خامه ای برای این غذا استفاده می کنم. پنیر خامه ای رم که می ریزم می زارم یه مقداری دیگه و پنیرم تفت بخوره. در این فاصله آب و جوش میارم. من اومدم از این رشته های چینی برای این غذا استفاده میکنم. نودلز میگن، نمیدونم در ایران فکر کنم به رشته های چینی معروفه. میذارم اینا نرم بشه. فکر میکنم این رشته ها حدود 5-6 دقیقه که به جوش کاملا نرم شده، بعد دوباره برمیگردم میام پیش شما. خب من سس سویا اضافه میکنم. در من حدود 4-5 تا قاشق سس سویا من به این غذا اضافه میکنم. در آخرم من جوانه ماش
به این غذا اضافه میکنم، چون جوانه ماشو نباید بذاریم زیاد تفت بخوره. این غذای ما به همین راحتی آماده است تقریبا. الان فقط بعد با رشته مخلوط کنم. خب رشتمون هم اضافه میکنیم. بعد همه موادمون رو با رشتمون مخلوط میکنیم. نمیدونید چه عطر و بویی اینجا راه افتاده. جای همه تون واقعا خالیه. این غذا ظرف نیم ساعت آماده میشه و یه وعده غذایی سالم و خوشمزه برای شما. خب همه چیش اندازه و عالی شده. خب من اینو میذارم اینجا، یه مقداری برای شما میکشم توی این ظرف. خب این غذای خوشمزه رو من کشیدم، الان جاتون خالی، میخوام با دوستان و فامیل عزیزم بخوریم. نمیدونید این غذا چقدر خوشمزه است و چقدر غذای سالم و خوبیه. امیدوارم این غذا رو درست کنین و از خوردن این غذای خوشمزه لذت ببرین. تا برنامه بعد همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.